بسم الله الرحمن الرحیم. چپتر پنجم میکانیک خاک هست، محصلین پانتون جامی پانز انجینری دیپارتمنت سیبر. در چپتر پنجم بحث ما روی سویل کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی خاک هست که چه قسم ما میتونیم خاک طبقه بندی کنیم. خاک نظر به طبقه بندی در چه ساحات میتونه خاک مورد استفاده قرار بگیره، در ساحات انجینری و یا در ساحات زراعت، هر کدام نظر به طبقه بندی مورد استفاده خود خور میتونن داشته باشه. خود طبقه بندی وقت ما میگین، ما میخواییم که خود گراول، سند، سلت و کلیر از هم جدا کنیم، از جدا بسازیم که چقدر جغل داره، چقدر ماسه داره، چقدر خاک لای هست، چقدر خاک روز هست، یا ارگانیک هست یا این ارگانیک هست، و خصوصیات تمام از این مرکبه از اینا رو، تمام اجزا از اینا رو بتونیم توسط خود کلاسیفیکیشن جدا کنیم و تفکیک کنیم. گروپ هایی که از این قسمت تقسیم میشن میتونه که اگه انجینیر جیوتکنیکل توسط معلوماتی که از این کتاب به دست میاره و بر اساس معلوماتی که بیشتر اساس تجربه داره به دست آمده، میتونه خاک طبقه بندی کنه و برای روش های معمول از او که بیشتر آشتو برای American Association of State Highway and Transportation Officials هست که به نام آشتو سیستم یاد میشه. این سیستم بیشتر بحث از روی ساختمان سرک هست، طبقاتی که برای سرک ساخته میشه میتونه بر اساس آشتو طبقه بندی بشه. USCS یا Unified Soil Classification سیستم هست. این سیستم هم میتونه در ساعت انجینری در ساختمان سازی مورد کاربرد داشته باشه. این دو چار معروف است، در ساعت انجینری استفاده قرار میگیره و در زراعت هم به نام Textural Classification سیستم هست که این سیستم بیشتر مورد استفاده در ساعت زراعتی داره، ولی باز هم در طبقه بندی بره بشه سویل مکانیک به قسمت یک مرتبه آماده توضیحات داده میشه، بعدا باز مراجعه میکنیم به خود سیستم یونیفاید و سیستم آشتو. اول میپردازیم به موضوعاتی که مربوط میشه به تکسچرال کلاسیفیکیشن. بر اساس USDA یا بر اساس دیپارتمنت زراعت ایالات متحده، سایز ذرات که بین 2 تا 0.5 میلیمتر در قطر باشه او به نام سند یا ماسه یاد میکنن. سایز ذراتی که بین 0.5 تا 0.2 میلیمتر باشه در قطر به نام سلت یا خاک لای یاد میکنن، و کوچکتر از 0.02 میلیمتر ذراتی که قطر دارن اونا به نام کله یا خاک رست یاد میکنن. اگر ما ببینیم که ذرات خاک به این قسمت سند یا ماسه، سیف یک خاک بهم مطالعه کنن که 30% از او ماسه باشه و 40% از او سلت یا خاک لای و 30% خاک کله باشه، بر اساس طبقه بندی خاک به روش زراعتی ما مراجعه میکنیم به خود زون بندی. میبینیم خاک زون از این خاک به دست میاد کلی لوم، یعنی کلی که در خود لوم داره. لوم به قسمت از ذرات کوچکتر از سلت است و که میتونه جزء خاک سلت یا خاک لای قرار بگیره. یعنی خود اصل گراف تکسچرال کلاسیفیکیشن هست که این شکل مثلث متساوی و ساقه نداره، یا مثلثی که هر سه ضلع از او با هم مساوی هست. ای طبقه بندی شده، درجه بندی شده که ایم قاعده از این پرسنتج آف سند، فیصدی سند تشکیل میده که 0 از او به طرف راست قرار داره و 100 به طرف چپ. و بی قسمت بحث خود سلت یا
خاک لای هست که از این قسمت بالا صفر شروع میشه و به طرف پایین به طرف سطح، و این قسمت هم خود کلی هست، فیصدی کلی هست. ما میتونیم که فیصدی هر کدوم از این خاک ها بیاریم و در این قسمت ها بگذاریم. مثلا ما بیشتر در سوال قبلی فیصدی سند داشتیم 30%، یعنی فیصدی سند باشه 30%، یعنی اینجا ما سند داریم یعنی 30%، این وکتوره که به جهت بالا حرکت میکنه این فیصدی سند در نشان میده. بعدا به این قسمت میایم فیصدی سلت میبینیم 40% است و کلی هم 30%، یعنی میایم به فیصدی سلت به این قسمت هست، فیصدی 40% کدام فیصدی است؟ یعنی خط 40% است. یک خط به این طرف از این 40% ادامه میدیم، یک خط از 30% ادامه میدیم و سلت کلی هم 30% و یک خط به این طرف از 30% ادامه میدیم. همین سه خط که ما یک از سند موازی با خط سلت ادامه میدیم و از سلت موازی با خط کلی انتقال میدیم و از کلی موازی با خط سند انتقال میدیم، در یک نقطه تقاطع میکنه. همون نقطه که تقاطع کرد نام همون مقطع به خود میگیره. در این قسمت وقت تقاطع میکنه در نقطه A، خاک در محدوده کلی لوم قرار داره، پس میتونه که به این قسمت خاک لوم باشه. پس این شکل شما میتونیم که طبقه بندی کنیم، در هر موقعیتی که قرار گرفت شما به قسمت نام همون گروپ به او بگذاره. خاک لوم که هست مثل خاک روز هست، ولی مثل خاکایی که در گلدانی ها مانده میشه، اینو خاک لوم برای و مگن به اصطلاح زراعت. پس ما میتونیم اگر دیگه فیصدی آن باشه به همین ترتیب میتونه مثلا 30% میتونه بیشکل، مثلا از این 70% میتونه بیشکل، از این هر کدوم 40% و بالاخره ادامه بدیم. به هر نقطه که تقاطع کردن میتونن که همون مقطع نام همون مقطع به خود بگیره. ولی بعضی مواقع میبینیم که در همون فیصدی خاک که به ما داده شده یک مقدار گرول هم وجود داره. مثلا نمونه خاک داریم 20% از او گراول است، 80% دیگه از او میتونه ماسه و سلت و کلی تشکیل بده. پس وقت خاک در خود جغل داشت و ما در خود کلاسیفیکیشنی که به روش تکچرال هست ما فقط سه بخش از او کار میکنیم که هر کدام از او سند و سلت و کلی است در کلاسیفیکیشن، ما با گراول باید چگونه برخورد کنیم. در صورتی که در خاک گراول بود، خاک پیشوند گراولی به خود میگیره، در صورتی که گراول نبود پیشوند گراولی نمیگیره، در صورتی که گراول بود پیشوند گراولی. چی قسم؟ ما فیصدی گراول ارمیم از 80% کم میکنیم، 80% باقی مانده به رو از او سند و سلت و کلی، پس دوباره به 100% تبدیل میکنه، از 100% سند و سلت و کلی پیدا میکنه. این فرمول هست برای مودیفای کردن خود ماسه، سلت و کلی در صورتی که در خود گراول داشته باشن. فیصدی سند وقت مودیفای بسازیم، یعنی 8 باقی مانده از گراول او پس به 100 تبدیل کنیم، فیصدی سند بر 100 منفی فیصدی گراول ضرب 100. همین فرمول برای هر سه کار میه، منتها باید فیصدی های خود همو سلت بسند به صورت بیه، فیصدی کلی هم به صورت بیه و مخرج فیصدی گراول از 100 کم بشه. سن قبلا ما 20% گراول داشتیم و اینجا سند 10% میشد، سلت 30 و کلی 40، کل از اینا 100% میشد. حال ما میخواییم که گراول رو بکشیم از این قسمت. وقتی گراول رو بکشیم به قسمت ما داریم سند، نظر به این فرمول فیصدی سند چند داریم؟ 10 ضرب از 100 که به این قسمت قرار داره 100 تقسیم بر 100 منفی فیصدی گراول 20، 12.5% میشه. سلتر به همین ترتیب 30% سلت داشتیم پیشتر، اون مودیفای میسازیم میشه 37.5، 40% کلی داشتیم مودیفای میسازیم تغییر میده میشه 50.
حال حاصل 12.5 و 37 50 50 50 صد میشه. پس به این ترتیب ما اول اگر خواب در خود گراول داشت فیصدی گراول جدا میکنیم، خاک باقی مانده سند و سلت و کلر دوباره به 100 فیصد تبدیل میکنیم، بعد مراجعه میکنیم به گراف، این مراجعه میکنیم به این گراف، هرچی که از این گراف به دست آمد، هر خانه که از این قسمت به دست آمد پیشفند گراول دارم به خود و خانه میگیره. حال ببینیم به این قسمت ما فیصدی سند چند داریم؟ 12.5 فیصد. این 12.5 میه به این نقطه، این 12.5 به این نقطه، همین خط فرض کنه ما ادامه میدیم تا 37.5 فیصد ما از چی داریم؟ از سلت داریم. 37.5 فیصد از سلت داریم، این 12.5 از این نقطه است. این ادامه میدیم، ادامه میدیم، ما میگیم بی قسمت 37.5 را ما کلی داریم، یعنی از 37.5 از این نقطه داریم، کلی هم 50 میاد بین از این کلی محدوده که کاملا کلی هست و این محدوده برخورد میکنه، تقاطع 37.5 50 و این 12.5 میاد به این نقطه برخورد میکنه، این نقطه در محدوده کلی هست. پس خاک که بی قسمت طبقه بندی میشه و این خاکی که ای نه خصوصیات داشته باشه طبقه بندی بشه به نام خاک کلی یاد میشه در زراعت، منتها چون در خود خاک جغل هم بیشتر 20 فیصد داشت، حال ما طبقه بندی ما میشه گراولی کلی، یعنی کلی جغل دار. گراولی پیشوند او سمبول قرار میگیره یا او نام قرار میگیره که در خود جدول پیدا میشه، پس میشه گراولی کلی، خاک کلی که در خود جغل داره. میریم یک اگزمپل میبینیم، اگزمپل 5.1 هست. در این قسمت گفته شده که classify the soil, the following soil according to USDA textural classification system. گفته شده طبقه بندی کنیم خاک ذیل که مشخصاتی داده شده نظر به USDA textural classification، نظر به طبقه بندی تکسچرال که بافتی بر از اون میگیم از دیپارتمنت USDA. ما اینجا یک نمونه خاک ندارن، البته 4 نمونه خاک دارن، نمونه خاک A, B, C و D، 4 نمونه خاک هست. فیصدی گراول داده شده 12، سند 25، سلت 32، کلی 31. از نقط بی هم خاکی داداشت، از سی هم وعدی. تفاوتی که سی با دیگه خاکا داره گراول در خود نداره، جغل در خود نداره ای خاک. حال ما ای خاکی که جغل نداره مستقیم میتونیم با همین فیصدی ها مراجعه کنیم به جدول، نظر به سند و سلت و کلی و طبقه بندی کنیم. ولی ای خاکای A, B و خاک D چون در خود میزان جغل دارن، باید ما اونا رو مودیفای بسازیم، جغل رو بکشیم، برای باقی مانده پس از صد سند و سلت و کلر محاسبه کنیم، بعد از او به جدول مراجعه کنیم. طرز مودیفای هم به این شکل داده شده، در قسمت قبلی هم شکل مثال گونه کار کردیم، حال میریم ما همین جدول رو به قسمت کار میکنیم، نظر به این قسمت مودیفای میکنیم. مثلا 12 به این قسمت فیصدی گراول است، اگر اینا رو مودیفای کنیم فیصدی سند میگیم 25 تقسیم بر 100 منفی 12 ضرب سند. اگر سلت مودیفای کنه برای خاک ا میگیم 32 تقسیم بر 100 منفی 12 و کلر کنه 31 تقسیم بر 100 منفی 12، یعنی این قسمت. بعد از او که اینا رو مودیفای کنیم به این قسمت 28.4 به 36.4 35.2 این فیصدی های مودیفای شد. حال ما این فیصدی های مودیفای داریم، با داشتن ای فیصدی های مودیفای ما با جدول مراجعه میکنیم، از جدول ما برای خاک سی وقت مستقیم کلی پیدا شده، نیازی نیه که ما اور گراولی به اضافه کنیم، به فیگار 5 میتونم 5.1 مراجعه کنیم برای از اینا خاک کلی محاسبه کنیم. برای از این خاک سیل ای که هست اینجا شده گراولی کلیلوم، ما کلیلوم را جدول پیدا کردیم. ببینیم اینجا ما کلیلوم داریم، کلیلوم را ما به قسمت داریم، این کلیلوم ما مثلا سلتی کلیلوم داریم، سندیلوم داریم، نظر به اون فیصدی ها به همین
شکل که نمونه این خط این وکتور ها کار شده به همین شکل نمونه میتونه از این جهت و از این جهت و از این جهت فیصدی ها رو با هم ببارن در یک نقطه تقاطع کنه. هر خانه که از حاصل تقاطع بر خاک A, B و D پیدا شد بر از اونو چون در خود گراول دارن پیشوند گراولی اضافه میشه. پس میتونه شما به قسمت بگیم گراولی کلیلوم گراولی لوم، ولی در C گراول اضافه نمیشه به خاطر از اینکه مستقیم کلی هست و فیصدی جغل در خود هیچ فیصدی نداشت، ولی در نقطه در خاک دی هم باز هم میشه که ما بر از او بحث گراول داشته باشیم. پس هر زمانی که خاک در خود فیصدی جغل داشت ما او رو مودیفای میسازیم، دوباره به جدول مراجعه میکنیم، بعد از مودیفای ما هر نام که برای از او خاک پیدا کردیم او رو میارم به به او قسمت پیشفند گراول هم او اضافه میکنیم گراولی بشه. اگر فیصدی گراول نداشتیم در صورت نیاز به چی وجود نداره، نیازی نیه که شما برای مور مودیفای بسازیم. این بود مثال های از تکسچرال کلاسیفیکیشن سیستم. بعد از این موارد استفاده از در ساعت زراعت هست، هر کدام از اینا رو شما میتونیم به جدول مراجعه کنیم کار کنیم. مثلا 15 سنت هست 30 سلت هست 55 کلی، میریم به جدول این بی قسمت سنت بود 15 این ای نقطه هست 15، میریم به قسمت 30 چند بود این سی ای داشتیم 55 هم این بین 60 تا 55، میریم به می قسمت تقاطع میکنه که بین کلی هست. پیشتر ما کلی رو پیدا کردیم، چند دانر نمونه کار کردیم، باز شما میتونیم که بیشتر از این کل از این رو به جدول سر بدیم و هر کدام که پی قسمت مشکل داشتیم با سوال بپرسیم، انشاءالله سوالات شما جواب داده میشه. خود آشتو سویل کلاسیفیکیشن سیستم یا طبقه بندی بر روش آشتو که بیشتر این روش در ساعت ساخت و ساز سرک ها ارتباط میگیره که توسط ترزیقی بیشتر در 1929 در ساعت ساخت و ساز سرک ها مورد استفاده قرار گرفت و این هم میتونه بر اساس STM D32 بر اساس آشتو M145 این طبقه بندی به روش آشتو صورت بگیره. در روش آشتو که از ما سه خصوصیت خاک رو مطالعه میکنیم، پارتیکل سایت دیستریبیوشن هست، در این قسمت ما دانه بندی خاک مطالعه میکنیم که چون بیشتر ما وقت بر اساس STM کار میکنه از STM ما استفاده میکنه، ولی چون به این قسمت ما از آشتو کار میگیریم کد آشتو داریم T11 و T27 میتونه که دانه بندی خاک به این روش ها کار بشه. لیکوید لیمیت بی قسمت میتونه بر اساس آشتو T89 کار بشه، پلاستیسیتی اندکس خاک بر اساس T90 کار بشه. این خصوصیات سه خصوصیت خود خاک هست که ما میتونیم که بر اساس این تست ها پیدا کنه و خاک بریم به روش آشتو طبقه بندی کنیم. خود آشتو کلاسیفیکیشن که هست گراول، سند و سلت و کلی که بر از اون میگین، گراول معمولا به قسمت ببینیم سایز ذرات که ما گراول بر از اون میگین یا جغل، فیصدی عبوری از سایز قربال نمبر 75 میکرومتر که 75 میلیمتر سیوه که بالاتر از پسینگ نمبر 75 میلیمتر باشه و روی قربال نمبر 10 2 میلیمتر بمونه، ما بر از او جغل میگیم. یعنی از 75 میلی عبور کنه برو 2 میلیمتر بمونه که مو قربال نمبر 10 هست بر از او میگن گراول. سند عبوری از قربال نمبر 10 که همو 2 میلیمتر هست و باقی مانده برو قربال نمبر 200 که همو سفرش 0.75 میلیمتر هست. سلت و کلیر به کدام فرکشن ها میگن؟ او ذرات عبوری که از قربال نمبر 200 عبور کنه.
به این شکل شما میتونیم که سایز ذرات تعریف کنیم، گراول، سند، سلت و کلر با هم در این سیستم تعریف میکنم. پلاستیسیتی که هست بازم همون پی آی هست، در صورتی که خاک سلتی باشه، یعنی خاک در خود میزان خاک لای زیاد داشته باشه، پی آی از او کوچکتر از 10 هست. در صورتی که خاک کلی، پیشوند کلی به خود بگیره، یعنی میزان پی آی از او بیشتر از 11 هست. مثلا 10 هست و 11 است که باز اینا محدوده های هست که ما در این قسمت تعیین میکنیم. گروپ هایی که ما در این قسمت بیشتر در جدول گروپ بندی شده، ما میتونیم از A1 تا به A8 تعریف کنیم. از A1 تا به A8 گروپ بندی شده که A1 و A2 و A3 بیشتر نمایندگی از خاک ذرات درشتانه خاک میسازن و A4, A5, A6 و F بیشتر از طبقه بندی بخش نمایندگی از خاک ریزدانه میکنه، ولی در A8 که بیشتر بر اساس با دید اساس انسپکشن دیدی کار داره که دید میتونه طبقه بندی کنه، بیشتر در این قسمت نیامده. ما تا A7 در خود جدول کار داریم و A8 از رو در این قسمت کار نشده. یک گراف به قسمت رسم شده که لیکوید لیمیت محور افقی تشکیل میده و محور عمودی پلاستیسیتی اندکس یا پی آی خاک هست. در این قسمت دیده میشه که محدوده های تعیین شده، مثلا این محدوده 40 برای لیکوید لیمیت، باز آمده محدوده 10 برای پی آی، یک باکس تشکیل شده که حد اعظم 10% یا پی آی حد اعظم 10 و لیکوید لیمیت حد اعظم 40 باشه، خاک میتونه A2-4 یا A4 باشه. به این قسمت حد مینیمم خاک لیکوید لیمیت از او 41 باشه، چون 40 شامل این نقطه شد 41 باشه. مکزیمم پی آی 10 باشه، خاک میتونه A2-5 و A5 باشه. به همین ترتیب برزینا تعیین شده، برزی قسمت تعیین شده، هر کدوم این محدوده ها خاک میتونه A2-7 و A5 باشه، A7-6 میتونه باشه، A2-6 و A6. حال ما بیشتر بر روی از این گراف تمرکز نمی کنیم برای پیدا کردن از اینا، ما میتونیم که از جدولی که برای محاسبات سیستم آشتو هست از او جدول بریم کار بگیریم. میریم به خود جدول قبل از اینکه مراجعه کنیم. یک جی آی یا گروپ اندکس هم در خاک هست که ما باید جی آی یا گروپ اندکس خاک تعیین کنیم. گروپ اندکس خاک همیشه وقت بعد از سمبول خاک که ما تعیین میکنیم در نشان دادن خود سمبول خاک جی آی میه، چون بدون جی آی آشتو کلاسیفیکشن مفهوم نداره. فرمول جی آی به قسمت داده شده، شما میتونیم از این فرمول برای پیدا کردن جی آی استفاده کنیم. ببینیم F 200 که هست، یعنی فیصدی عبوری، فاینر نمبر 200 یعنی فیصدی عبوری هست از نمبر 200 هست. لیکوید لیمیت هست که LL دور L لیکوید لیمیت هست، EF 200 پس همو فاینر نمبر 200 یا عبوری از نمبر 200 هست و این PI یا پلاستیسیتی اندکس که PI برازمه. روی از این فرمول قیمت ها رو بگذاریم، عددی که از این فرمول به دست میه شما میتونیم در کنار GI قرار بدیم، مفهوم خود عدد بو قسمت به دست بیه. حالا عدد جی آی وقت ما پیدا میکنیم، عدد جی آی قیمت های داره که ما میتونیم از روی از او قیمت ها تخمین بزنیم که چقدر میتونه خود همی خاک برای سبگرید سرک مناسب باشه. مثلا اگر سویل جی آی از او صفر بشه، یعنی گروپ اندکس خاک صفر بشه، میتونه خوبترین خاک باشه برای سبگرید سرک. اگر جی آی در این فرمولی که قبلا داشتیم مقدار از اون منفی به دست آمد، وقتی مقدار جی آی منفی به دست آمد به این مفهوم میرسونه که منفی نداریم، باید شما او صفر بگیریم، پس بازم میتونه خوبترین خاک باشه. جی آی در صورتی که منفی شد او شما صفر بگیریم.
جی آی در صورتی که عدد اشاری به دست آمد، شما میتونیم او عدد اشاری رانداف کنیم. عدد جی آی نباید داخل قوس در طبقه بندی خاک در کنار عدد سمبولی که از آشتو پیدا میکنیم اشاری گذاشته باشه، عدد باید ثابت باشه. رانداف میکنیم، اگر از 0.5 بالاتر بود عدد اضافه میکنه، اگر 0.5 پایین تر بود دور از عدد اشاری حذف میکنه. جی آی میتونیم مستقیم صفر بگیریم، محاسبه نکنیم. در صورتی که پیدا کردیم A1 هست، A1 B هست، A2 4 هست، A2 5 و یا A3، در صورتی که در طبقه بندی خاک شما ای سمبول ها یا ای گروپ ها پیدا کردیم، نیاز نیه که شما بریم جی آی پیدا کنیم، چون مستقیم جی آی بره از اینا میتونه صفر باشه. این یکی از خصوصیات خود گروپ های طبقه بندی به روش خود آشتو هست. در صورتی که گروپ اندکس خاک A26 در صورتی که گروپ خاک A26 یا A27 به دست آمد، شما میتونیم از این فرمول که جای از این فرمول خلاصه شده پیدا کنه، یعنی فرمول ساده شده، از این فرمول میتونه شما مقدار جای رو پیدا کنیم که فرمول ساده تر هست نظر به فرمول طولانی تر است و از این فرمول میتونه کار کنه و این فقط انمی خاک در صورتی خاک A26 و یا A27 بود. در غیر از او شما باید از فرمول جایی که قبلا داده شده استفاده کنید. این بود فرمول جی آی و مشخصات جی آی که برای شما توضیح داده شد. آشتو کلاسیفیکیشن سیستم میه برای سبگرید سرک به این شکل طبقه بندی میشه. جدول در کتاب شما این جدول پایین و بالا داره، یعنی قسمت پایینی جدول است، این قسمت بالایی جدول است، به خاطر که فرمول به این قسمت دیدی بیشتر بشه ما قسمت پایین و بالای جدول جدا کردیم. اگرچه این جدول دو بخش داره، این بخش دوم جدول است، این بخش اول جدول. ببینید در بخش اول جدول گفته شده جنرال کلاسیفیکیشن، یعنی به قسمت داره گفته شده گرانیولر ماتریالز خاک های درشتانه هست 35% or less of total sample passing number 200. گفته شده که 35% و یا کمتر از 35% از کل سمپل که داریم از غربال نمبر 200 عبور کرده باشه، کمتر از 35% یا 35% او خاک میتونه این مشخصات داشته باشه، A1 باشه یا A2 باشه. به این قسمت جدول پایین جدول داریم سلتی کلی متریال، خاک میتونه سلتی کلی باشه در صورتی که بیشتر از 35% more than 35% of total sample passing number 200 که بیشتر از 35% از غربال نمبر 200 عبور کرده باشه. پس اگر از 35% بیشتر عبور کرده بود به این جدول مراجعه میکنیم، اگر از 35% کمتر عبور کرده بود یا خود 35% به این جدول مراجعه میکنیم. در این جدول ها موارد چک چی هست؟ مثلا اگر خاک A1 باشه، A1 A است یا A1 B است؟ موارد چک از او چیه؟ غربال نمبر 10 50% حتی ازم عبور بیشتر عبور نکرده باشه، نمبر 40 از 30% مکزیمم عبور نکرده باشه، نمبر 200 از 15%. اگر از این اعداد کمتر هر سه بود میتونه A1A باشه و در صورتی که پی آی هم از 6 بیشتر نشه، پس خاک میتونه که مثل توتای سنگ و گراول و سند باشه، یعنی این قسمت درشتانه هست خاک. اگر یک از این سه با این موارد مچ نکرد، نزدیکی نکرد، در صورت خاک نمیتونه A1 باشه. مثلا اگر نمبر 40 از 20% مکزیمم کمتر بود، نمبر 200 هم کمتر بود ولی نمبر 10 نبود، به این کتگوری برابر نمیشه، باید ما بریم A1B چک کنه. A1B یک خوبی داره که باز نمبر 10 هیچی میشه، ما دیگه چک برای نمبر 10 کار نداره، میره فقط نمبر 40 و نمبر 200 چک میکنه که از نمبر 40 50% مکزیمم عبور نکرده باشه و از نمبر 200 هم 25% مکسیمم. نمبر 3 که هست، A3 که هست یا خاک گروپ 3، باز نمبر 40 و نمبر 200 چک میشه
که 40 مینیمم 51%، یعنی کمترین 51. اگر 51 کمتر بوده که جز از این SNM شد، 10% مکسیمم برای نمبر 200 است. ولی پی آی از او صفره، نو پلاستیک است. پی آی از او صفر، وقتی پی آی صفر بود میتونه به مراجعه کنه. در صورتی که پی آی صفر بود و این خصوصیاتش میتونه یکم باشه، پس پی آی صفر مکسیمم 6 به این هم میتونه پی آی صفر باشه، به این هم میتونه صفر باشه. صفر مطلق باز به این میتونه محاسبه بشه، در صورتی که این موارد نداشت. در صورتی که خاک به این کاتگوری ها برابر نمیشد، میبینین که A2 هست. با A2 جزئیات داره که A2 4 است، A2 5 است، A2 6 است یا A2 7 هست. پس به این قسمت مراجعه میکنه. خوبی که به این قسمت به A2 داریم، فقط نمبر 200 او هم دیگه نیاز به چک نیه، چون همینجا گفته و 35 یا کمتر از 35، پس مکسیمم 35 صدق میکنه، دیگه نیاز به چک قربال ها نیه دیگه. بالار که چک کردیم کمتر یا 35 بود یا کمتر از 35% بود، میتونه در صورتی که بی کتگوری ها برابر نشد بی گروپ ها میتونه برابر نشد. به این گروپ هم شما یک لیکویل لیمت چک میکنه و یک پلاستیک لیمت سی تی اندکس، یعنی لیکویل لیمت و پی آی. در صورتی که خاک ایدو 4 بشه، باید که لیکویل لیمت از 40 بیشتر نشه و پی آی هم از 10 بیشتر نشه. در صورتی که خاک ایدو 5 بشه، لیکویل لیمت از 41 کمترین اینه و پی آی 10 مکسیمم اینه. در صورت خاک ایدو 6 بشه، 40 مکسیمم بیشتر نه و لیکوید لیمیت بشه، ولی پی آی از اون میتونه که کمترین 11 باشه، از 11 بالا قیمت بگیره. و این قسمت به ایدو 7 که هست، میتونه 41 مینیمم و 11 مینیمم برای لیکوید و برای پی آی باشه، که این باز میتونه قیمت بالا رو به خود بگیره. ایدو که از خاک سلتی اور کلی گراول انسند هست، یا میتونه خاک کلی باشه که در خود خاک لای داره، با یا سلتی گراول باشه یا کلی گراول، یا جغلی که در خود خاک لای داشته باشه یا جغلی که در خود خاک رست داشته باشه، و یا میتونه موسه باشه که در خود خاک رست داشته باشه یا موسه باشه در خود خاک لای داشته باشه. خوبی از این خاک برای سبگرید اینه که اگر خاک به این کتگوری برابر باشه، اکسلنت تو گود، یعنی A1 و A3 میتونه اکسلنت باشه، A2 میتونه گود باشه، خوب باشه، از حالت عالی و طرف خوب میتونه خاک داشته باشه. به این قسمت هم فقط چکه که ما به این قسمت از نگاه قربال ها میکنیم، همون بیشتر از 35% عبور کرده باشه از قربال نمبر 200. بعدن هم این شکل که قبلا داشتیم ما میتونیم چک کنیم برای لیکویل لیمت و پی آی که مکسیما و مینیمم بریم چک کنیم. فقط یک بحث دیگه اینجا داریم که در صورت که A7 بشه، باز مواردی که 41 مینیمم 11 مینیمم شد A7 میشه، بله A7 بود یا A76 است یا A5. اگر A75 میشد، پی آی از او باید کوچکتر از مساوی به لیکوید لیمیت منفی 30 بشه. اگر A76 میشد، پی آی بزرگتر از لیکوید لیمیت منفی 30 میشه. در A4 و A5 که از سیلتی سویل هست، یعنی خاکی که در خود سیلت داره، A6 و A7 که از فیر تو پور هست، یعنی میتونه خاک مناسب و یا تا ضعیفه باشه. پس به ترتیب شما میتونیم که خاک طبقه بندی کنیم و مورد استفاده قرار بگیره. این قسمت اول تمام شد، بعد انشاءالله قسمت بعدی میبریم.